در حالی که مصری ها بعد دنبال سالیان متمادی زندگی تحت حاکمیت نظامی، مدت 16 ماهی اخیر را نیز با مشقت های انقلاب سپری کردند و کوشش دارند تا دوباره سرپا ایستاده شوند، ورزشکاران جوان مصری برای شرکت در مسابقات المپیک 2012 در هر شرایطی می خواهند مدال به دست آورند. گزارشی داریم از تمرینات یک دختر جوان مصری برای شرکت در بازی های پنجگانه المپیک که با هم یک جا می بینیم. آیا مدنی، دختر 24 ساله مصری، ورزشکار بازی های پنجگانه، روال معمولی غیر ممکن را به پیش می برد. اگر تمرینات وای برای ورزش یگانه می بود، برایشان قدر مشکل نبود. مدنی در مسابقات آب بازی، اسب سواری، شمشیر جنگی و ورزش دوگانه فیر کردن و دوش سهم می گیرد. وقتی گفتم که در پنج مسابقه آب بازی، فیر کردن، شمشیر جنگی و اسب سواری شرکت می کنم، آنها گفتند به به، خودت چطور همه را در یک وقت انجام خواهی داد؟ من باور دارم همان طوری که فامیل برایم همیشه گفته است، هر چیزی را که بخواهیم ما آن را انجام می دهیم، هر چیزی که باشد. بان که وای به همه تمرینات حجاب می پوشد، در لندن وای در جمع 36 ورزشکار است که حجاب می پوشند. مصری ها ورزشکارانشان را در آثار نقاشی مانند اینها جاویدان نگه می دارند. اما در مصر عصری به دست آوردن میراث طلایی المپیک از دست رفته است و اخیرا چند مدال در ورزش های کشتیگیری و وزن برداری به دست آمده است. رئیس فدراسیون ورزش های پنجگانه در مصر محمد التونی فکر می کند که وای می تواند تغییر را با وجود بیاورد. اکنون امیدوارم که خواب ما به حقیقت مبدل شود و آیا بتواند مدال به دست آورد. مدنی بهترین ورزشکار پنجگانه است و واقعا قانع شده است که امسال در بازی های المپیک مدال به دست خواهد آورد. هرگاه وی برنده شود، اولین زن مصری خواهد بود که این موفقیت را به دست می آورد. اما مشکلات دیگری صدرای وی قرار دارد. حلول ماه مبارک رمضان که مسلمانان در آن روزه می گیرند. معلم آب بازی وای طارق النوی است که میگوید تفاوت میان پوشیدن و نپوشیدن لباس آب بازی مربوط ابتکار و رقابت است. اگر وای بخواهد برای وقت گذشتاندن بماند شاید خوب نباشد، اما اگر وای تمرینات آب بازی بکند خوب می شود و بد نیست. اما بزرگترین مشکل تغییرات فاحش در 16 ماه گذشته است. انقلاب با براندازی حسن مبارک از قدرت، جوانان ورزشکار را با منابع کم تنها گذاشت. ممکن یک ماه از انقلاب گذشته باشد. ما قرار بود به کمپ‌های ورزشی و رقابتی برویم و در مصر مسابقات قهرمانی که باید میشد کنسل شد و ما دو ماه دیگر ماندیم و هیچ جای سفر نکردیم. به خاطر که مشکل پولی در قسمت میدان هوایی و غیره بود که ما نتوانیم سفر کنیم و دوباره برنگردیم. تا هنوز حتی تحت این شرایط مدنی سال گذشته یک مدال طلا را از ورزش‌های پنجگانه در هنگری به دست آورده است. وای میگوید کلید اصلی موفقیت اعتدال است. همیشه هر چیزی که با فراغت است، فارغ شدن این فقط یک بار نیست که من باید با قدم. در حالی که پروسه انتقالی قدرت نظامی به دموکراسی اولین بار در تاریخ مصر اتفاق می افتد، این یک درس است که مدنی امیدوار است که رهبران جدید به آن روی آورند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.